به نظر شما هدف دولت از سهمیه بندی بنزین چیه؟ آیا با میزان بنزینی که از طریق سهمیه بندی به شما تعلق میگیره میتونید به امور روزمره زندگی خودتون برسید؟ موضوع نرخ بنزین و حواشی اون همواره در فضای اقتصادی ایران وجود داشته، اما سالها پس از حذف سهمیه بندی بنزین دوباره بحث راه اندازی این سازوکار خرید سوخت در ایران مطرح شده. بر اساس گزارش ها این بار ظاهرا قراره که به هر ایرانی روزانه 1 لیتر بنزین اختصاص داده بشه. وزیر نفت اخیرا بعد از شایعاتی که در این زمینه شنیده میشد اظهار نظر کرده و البته کمی واضح‌تر منویات دولت رو در این باره بیان کرده. بخشی از صحبت‌های آقای بیژن زنگنه وزیر نفت رو با هم بشنویم و برگردیم. ببینید، جز سهمیه بندی یا افزایش قیمت راهی نداره. یعنی یا باید سهمیه بندی بشه یا افزایش قیمت داده بشه، راهی دیگه وجود نداره. چیکار باید بکنیم دیگه؟ اثر تورمی بلا شک داره، منتها مقدار چقدر. خب اینو یه تورم دو تا بخش داره، یه تورمی است که توی عدد و رقم و محاسبات میگه، یکی هم آثار روانی بر خود بخش، آثار روانیش و در بقیه قسمت ها. اظهارات وزیر نفت بود در مورد احتمالاً یا سهمیه بندی شدن بنزین یا افزایش قیمت. اما رحمانی فضلی وزیر کشور هم میگه میانگین قیمت بنزین در منطقه 54 سنته که ما اون رو در کشور 12 سنت عرضه میکنیم. در این برنامه میخوایم از شما بپرسیم به نظر شما هدف دولت از سهمیه بندی بنزین چیه؟ آیا با میزان بنزینی که از این طریق سهمیه بندی به شما تعلق میگیره میتونید به امور روزمره زندگی خودتون برسید؟ از طریق شماره تلفن 202-205-2654 با ما تماس بگیرید. همینطور شما میتونید از شماره تلفن خودتون از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما بفرستید. ما خودمون با شما تماس میگیریم. راه های دیگه هم برای ارتباط با ما هست: اسکایپ، پیام های صوتی و تصویری و نوشتاری، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام صدای آمریکا به نشانی @sendvoa هم در اختیار شماست. من شهرام بهرامی، مجری برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا، در نیم ساعت آینده در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه قصد داریم همونطور که خدمتتون عرض کردم به موضوع قیمت بنزین یا سهمیه بندی احتمالی اون بپردازیم. اولین بیننده که روی خط هستن آقای آرش از کرج. آقای آرش، نظر شما چیه؟ اگر بنزین سهمیه بندی بشه و اون چیزی که حالا مطرح شده روزی 1 لیتر به هر ایرانی تعلق بگیره، آیا کفایت میکنه برای امور روزمره؟ سلام آقای بهرامی. سلام بر شما. شب عالی متعالی. ممنونم. در خصوص این موضوع عالی که در نظر گرفتید، آقا من میخوام بگم افزایش قیمت یا سهمیه بندی، این حرف یکی با عقل جور در نمیاد. یا افزایش قیمت بکنید مردم میریزن تو خیابون، سهمیه بندی هم بکنن میریزن تو خیابون. این از یه صورت. من خودم راننده تاکسی هستم آقای بهرامی. بله. یه پراید دارم، هفته من باورتون نمیشه، شاید 30 لیتر، 35 لیتر، نزدیک 40 لیتر فقط بنزین من مصرف میکنم. آیا آقا اگه این مصرف و بنزین رو نداشته باشم چجوری عمرات خودم رو بگذرونم؟ بعد وقتی بیان تک نرخی بکنن، آقا مثلا میدونیم آقا ایشون این سهمیه بنزین 1000 تومنه، 2 تومنه، 3 تومنه، ولی این که بیان آره روزی 1 لیتر بکنن، اصلا مردم دارن دور از جون شما اصلا دارن میریزن تو خیابونا همش. آقای آرش، البته این توضیح هم بدم من، اون سهمیه بندی که میگن روزی 1 لیتر، منظورشون اینه که ماهی 30 لیتر بنزین به شما تعلق میگیره، بیش از اون اگر خواستید مصرف کنید باید برید با قیمت آزاد و به اصطلاح خودشون هم قیمت با فوب خلیج فارس، که حالا در مقدمه هم گفتم 54 سنته، یعنی چیزی حدود نیم دلار، بیش از نیم دلار، یعنی چیزی حدود 6000 تومان، 5000 تومان، نمیدونم، در این حدودها احتمالاً قیمت گذاری خواهند کرد آزادش رو. میتونید زندگی بکنید؟ یعنی من الان بخوام شما
30 لیتر بنزین، من ماشینم 50 لیتر بنزین میگیره، من میخوام 30 لیترشو بزنم، اون بقیه بنزینشو باید چه کار بکنم؟ اینا از طریق همینا فقط میخوان مردمو بزنن تو خیام. یعنی دولت... البته شما منظورتون اینه که یعنی در واقع حاکمیت داره عمدن این کارو میکنه که مردم بریزن تو خیابون، که این خب به نظر با منطق جور در نمیاد، اون نباید همچین خواسته ای داشته باشه قاعدتا. حاکمیت نه، دولت به مثلا آیه روحانی در میاد گوشتو گرون میکنه، نمیدونم الان مرغو گرون کرده از این و... چون از کارش از دستش در رفته مسائل، نمیدونه واقعا دیگه چی کار باید بکنه. الان فقط یاره یه کاری میکنه مردم بریزن تو خیابون. وقتی مردم بریزن تو خیابون نمیدونم اختشاشات به وجود میاد. آقای ایرانی فقط همین رو این از مردم میخواد. بسیار ممنونم آقای آرش از کرج که در برنامه شرکت کردید. مشکلات خودتون هم گفتید به عنوان یک راننده ای که بنزین زیادی هم در طول ماه مصرف میکنید. آقای علی از قرچک ورامین روی خط هستن. آقای علی شما نظرتون راجع به وضعیت بنزین و آینده‌ای که احتمالاً در انتظارش خواهد بود رو برای ما و بیننده‌ها بفرمایید. برنامه سلام عرض می‌کنم. سلام بر شما. عزیز جان این سهمیه‌بندی بنزین مثل سناریوی دیارانه است که 45500 تومان گفتم و به شما میدیم، 445000 تومان دارن میگیرن. الان میخوام بگم ما مثلا 30 لیتر میخوام به شما بنزین بدیم، بعد این 30 لیتر در ما حالا الان 1000 تومان میشه، 30000 تومان مردم میخوان مثلا ساکت کنن، بعد از اون طرف 330000 تومان از مردم میگیم. این ترفند این دولته، یعنی از این طریق میخواد خودش امرار معاش کنه. مگه نمیگیم ما از بنزین غنی شدیم، خودکفا شدیم؟ این کلمه خودکفا که همیشه میگن، اگه خود چپوی پس چه داری سهمیه بندی میکنی؟ چرا ملت رو بازی میدی واسه خودت؟ اگه قراره تو سهمیه بندی کنی پس خود چپایی بنزین به کجا رسیده؟ چطور بنزین ازتون نمیخره؟ مگه نمیگیم بنزین با سطح جهانی خاورمیانه یکیه؟ من 10 سال 12 سال پیش امارات بودم، اونجا به گالون بنزین بله مثل آمریکا نشستم. بله با گالونه اونجا من نشستم تو امارات حساب کردم 100 تومن بعد 400 تومن از سهمیه بندی بود، درسته؟ اونجا من حساب کردم میشد بنزین به قیمت پول ایران 350 تومن، یعنی 50 تومن هم بازم داشتم گرونتر از ملت میگرفتم. آخه چرا حق بازی میکنی؟ آخه شمایی که این بالا انا نشستین همین ملت شما رو گذاشتن اینجا سر کار، یعنی رفت حکومت دست دل میتازونی. شما این طرف میگی ما خودکفای بنزینی، از این طرف میگی بنزین سهمیه بندی شه؟ مگه ارث پدرتی که میخواد سهمیه کنی واسه مردم؟ کجا رو داری میگیری؟ چیکار میخوای بکنی؟ متشکرم آقای علی از قرچک، دل پوری هم داشتید. البته فکر میکنم بسیاری از بینندگان ما همین وضعیت رو دارن، چون قیمت بنزین یک چیزی است که حساس هست، باید بپذیریم. به هر حال دوره‌های قبل هم که افزایش قیمت بنزین داشتیم در ایران به طور کاملا مستقیم، حالا وزیر نفت میگه احیانا به صورت غیر مستقیم، ولی به طور مستقیم روی قیمت همه چی اثر میذاره. یعنی فقط این نیست که شما پولی که برای بنزین میدید بیشتر میشه، یعنی شما پول برای هر خریدی که بخواید برید فروشنده به شما خواهد گفت که قیمت بنزین آزاد شده، زیاد شده، سهمیه بندی شده و ما بل اجبار قیمتمون رفته بالا. به هر حال بهانه‌اش هم در واقع اون حمل و نقل عمومی هست. بریم سراغ اسکایپ و یک تماس اسکایپی بگیریم. آقای احمد از همدان از طریق اسکایپ با ما هستن. آقای احمد شما در واقع بفرمایید که اگر احیانا بنزین به قیمت بالاتری برسه، حالا بر اساس حدس و گمانی که وجود داره مثلا بشه 5000 تومان، آیا واقعا میشه دیگه به این راحتی در خیابون‌ها تردد کرد و رانندگی کرد یا کرایه خودروها رو پرداخت کرد؟ الو سلام. سلام بر شما، بفرمایید. از طریق تلفن در واقع اسکایپ با من صحبت کنید و چون تلویزیون تاخیر داره. بله سلام و خسته نباشید، دارم خدمتتون. خب با توجه به این تحریمایی که الان ما هستیم، بالاخره دولت مجبوره که یارانه خیلی از اقلامو کم کنه مثل بنزین. خب ما اینو خیلی، من یه مثال ساده بزنم، مثلا الان برنامه صدای آمریکا، خب بودجهش کم شده، برنامه یه ساعته شما رو کرده نیم ساعت. شما بودجه صدای آمریکا از کجا میدونید؟ اصلا الان هم که موضوع ما اصلا بودجه، اگر بود ما میام خودمون اعتراض میکردیم، میگفتیم بودجه کم شده، ولی الان داریم راجع به مشکلات مردم داریم صحبت میکنیم.
براتون. من نمی‌خواستم بگم مشکل نیست. خب دولت هم مجبوره با توجه به این تحریم‌ها، وقتی خدمت شما عرض کنم که بودجه کاهش پیدا کرده، مجبوره خب خیلی از چیزها رو، بودجه‌های خیلی یارانه‌ها رو کم کنه. یکیش همین بنزینه. خب حالا من سوال از شما دارم. من این سوال از شما میپرسم. شما بفهمید که اگر حالا به هر دلیلی که این اتفاق افتاده، به نظر شما اگر این اتفاق بیفته، تورم افسار گسیخته بیشتری رو دوباره مردم شاهد نخواهند بود؟ خب این باید کنترل شده باشه دیگه. وقتی کنترل باشه، چه باید بکنن که کنترلش بکنن؟ بله، چه بکنن که کنترل بشه؟ یعنی چه جوری؟ با توجه به میتونن نظارت بکنن، میتونن وقتی یا به خدمت شما اقلام اساسی که با توجه به بنزین ممکنه افزایش پیدا بکنه، با توجه به نظارت نذارن افزایش پیدا بکنه. این دیگه بحث نظارتیه که دولت باید این کارو انجام بده تا اقشار ضعیف مردم اینو احساس نکنه. یه سوال لطفاً کوتاه هم به این سوال من پاسخ بدید. آیا یک لیتر برای هر نفر در روز، یعنی 30 لیتر در ماه برای امرار کارهای روزانه و امرار معاش روزانه آیا کفایت خواهد کرد؟ خب مردم باید خودشون رو وقف بدن. الان شرایط ما شرایط تحریمه. خب ما باید خودمون رو وقف بدیم با میزان درآمد و بودجه دولت. ما باید خودمون رو وقف کنیم، چون ما دیگه شهروند این مملکتی، ما دیگه کاری دستمون بر نمیاد. بسیار ممنون آقای احمد از همدان. و آقای احمد در واقع خلاصه صحبتاشون این بود که چون شرایط تحریمه، حتی اگر گرون هم کردن یا سهمیه بندی کردن، مردم باید خودشون رو با این وضعیت وفق بدن. بریم سراغ بیننده بعدی که آقای بیات هستن از تهران. آقای بیات در خدمت شما هستیم. آقای بیات صدای منو میشنوید؟ بفرمایید. آقای بیات اگر روی خط صدای من رو میشنوید، در خدمت شما هستیم راجع به موضوع برنامه. خب گویا آقای بیات صدای من رو نمیشنوند. آقای احمد از تهران روی خط هستن. آقای احمد نظر شما چیست؟ الو بفرمایید. آقای احمد ما در خدمت شما هستیم. جناب بهرامی سلام عرض کردم. سلام بر شما. همونطور که دوستان و عزیزانمون در قسمت‌های گذشته گفتن، خدمتتون عرض کنم که ما تجربه سال‌های گذشته رو داریم از این سهمیه بندی. یکی از مشکلاتی که پیش پای مردم هستش اینه که اگر سهمیه بندی بشه، این ضررش مستقیماً به قشر ضعیف جامعه میرسه. چرا؟ من چراشو میگم. بله بفرمایید. افرادی که هستن به مجردی که سهمیه بندی بشه، کسانی که مرفع هستن، بلافاصله با خرید یه تاکسی و گذاشتن کنار خونه از سهمیه اون بنزین استفاده میکنن و قیمت بنزین، حالا ما بگیم قیمت بنزین، نوع بازار سیاهی که به وجود میاد، این بازار سیاه یکی از بدترین شرایط تو جامعه پیش خواهد اومد و بنزین نامرغوبی که دارن میرن در حال حاضر. بعد به جای اینکه یک لیتر بنزین بریزن توی باک، الان ما شاهد هستیم که 75 سیسی بنزین رو میریزن توی باک، 25 سیسیش هواست. اینا به تجربه به ما ثابت شده. حالا ما چی کار باید بکنیم با این شرایط؟ اگر دوستان ما میگن تحریم، چه تحریمی؟ ما اگر تحریم شدیم که نمیتونیم بنزین و نفتمون رو بفروشیم، پس این بنزین و نفت میاد داخل کشور استفاده میشه. پس اگر قراره که استفاده بشه، این به نفع دولته. چرا؟ بنزین رو با 30 لیتر بنزین در ماه که به من بده با یه خانواده 4 نفره، من فقط میتونم ماشینم رو روشن کنم، گرم کنم، خاموش کنم. پس این مصرف بینه‌ای برای من نداره. اینجا این ضررهایی که به ماها میخوره. و نوع دیگرش که شما خودتونم فرمودین که در هر بقالی، در هر فروشگاهی که بری بگیم آقا چرا این قیمت، الان که قیمت ها 300-400 برابر شده، اون موقع که اگر این مسئله پیش بیاد، قیمت ها به سر به 1000 برابر میرسه. چون به مجردی که بگی آقا چرا گرون شده، میگه آقا بنزین گرون شده. درسته آقای احمد، ممنونم از شما مفصل توضیح دادید. یه اشاره آقای احمد در صحبتشون کردن به بنزین آزاد. البته من هم یک پیامی رو که دریافت کردیم خودم خوندم، یه مقدار تعجب کردم. من نمیدونستم، ظاهرا این پیام رو ما از چابهار دریافت کردیم، از استان سیستان و بلوچستان، که میگه استان ما بیش از 12 سال که از بنزین سهمیه بندی استفاده میکنیم که سهمیه هر خودرو در ماه 200 لیتر، ظاهرا به خاطر اینکه قاچاق سوخت انجام نشه این کار رو اونجا کردن. از این 200 لیتر سوخت حداقل 50 لیترش در 4 نوبت در صفای طولانی جایگاه‌های شلوغ به هدر میره و ببخشید
حالا چیزهای دیگه هم گفتن و گفتن حداقل 200 لیتر با نرخ 2500 تومان از بازار آزاد در چابهار خریداری میکنیم و در بیرون منطقه چابهار، سراوان یا دشتیاری نرخ هر لیتر بنزین در بازار آزاد 5000 تومانه. ببینید سهمیه بندی عملا اگر طبق این صحبتی که البته من شخصا نمیتونم تاییدش بکنم و پیام یکی از بیننده های ماست اونجا وجود داره و یک نرخ آزادی هم در واقع حالا در بازار سیاه یا بازار آزاد وجود داره تا 5000 تومان. یعنی که این مشکلی نیست که فکر کنیم که در آینده ممکن احتمال وقوعش وجود نداره، احتمال داره این مشکل سراسری بشه. بریم یک فایل صوتی رو که از طریق تلگرام صدای آمریکا به دستمون رسیده بشنویم، برمیگردیم و با بیننده بعدی صحبت خواهیم کرد. اگه قراره فقط بنزین سهمیه بندی شه که مردم صرفه‌جویی کنن، پس بعد همه چی سهمیه بندی بشه، مثل حقوق‌های نجومی، وام‌های کلان، اختلاس‌های میلیاردی، ولخرجی و بریز و بپاش آقازاده‌ها و وزیر وزرا. چرا اینها صرفه‌جویی نمی‌کنن؟ چرا جلوی اینا گرفته نمیشه؟ الان فقط مشکل این دولت بنزینیه که مردم مصرف می‌کنن. اگر فقط یک ذره سر این دزدی و اختلاس‌ها صرفه‌جویی کنن، مشکل مردم کمی حل میشه. اگر این پول‌های کلانی که صرف کمک‌های نظامی و مالی به سوریه و لبنان و فلسطین میشه، جلوی این پول‌ها گرفته بشه و صرفه‌جویی کنن، مشکل کمی حل میشه. پس صرفه‌جویی فقط برای مردم نیست، برای همه است. میریم سراغ تلفن بعدی. آقای علی از ایران تماس گرفتن. آقای علی شما در واقع بفرمایید که با موضوع بنزین در واقع چگونه مواجه خواهید شد و احتمال میدید چه مشکلاتی براتون به وجود بیاد؟ بله سلام عرض میکنم. سلام با شما. ببینید من متوجه نشدم آیا قرار برای اونایی که ماشین دارن روزی یه لیتر یا برای کل عموم مردم؟ اینو متوجه نشدم. قطعا برای کسانی که صاحب ماشین هستن، البته باز حالا من اینو نمیدونم چون طرحی هنوز مطرح نشده به صورت رسمی در مجلس و حتی رئیس مجلس اصلا کلا سهمیه بندی رو هم یه جورایی زیر سوال برده، ولی اگر قراره بشه قاعدتا باید به ازای هر ماشین و صاحب ماشین در واقع این یک لیتر داده بشه. ببینین تو زمانی که لیتری 100 تومن بود اومد شد 400 تومن، سهمیه بندی 100 تومن مون و 400 تومن شد 700 تومن، 700 تومن شد 1000 تومن، چه اتفاقی افتاد؟ ما اومدیم بیرون و یه خورده سر صدا و دو تا پمپ بنزین و دو تا ماشین و آتیش زدیم و اتفاق خاصی نیفتاد. و مطمئنم باشین که من خیلی کوتاه شده میگم، ما ملت ایران فقط میگیم آقا پلو که ساختیم متصدی های پولا رو زیاد کنیم که ما روی پل علاف نشیم. ما به اون مرحله رسیدیم که به ساخت پل راضی میشیم. من میدونم منظورم، ما همه بینندگان میفهمن منظورم چیه، و اما اگه قراره به اصطلاح با صرفه‌جویی یا به اصطلاح مقدار بنزین رو ببرم بالا، ببین بهتر این سالانه نزدیک 5 الی 7 میلیارد رو که صرف سوریه میکنن، 5 الی 800 میلیون دلاری رو که صرف حزب شیطان میکنن و این همه دزدی و غارت اموال مردم رو که دارن علنا، یعنی ببینید قبلا پشت پرده این کارو میکردن، الان دیگه علنا اومده رو سطح دزدیاشون. یک درصد از دزدیاشون رو کم بکنن، نمیگم 100%، یک درصد از دزدیاشون رو کم بکنن، به خدایی که اینا اعتقاد ندارم، من و شما اعتقاد داریم، مشکل بنزین هم حل میشه، مشکل بیکاری هم حل میشه. یعنی 1% دزدی اینا کم بشه، 100% مشکل ما حل میشه. بسیار ممنونم آقای علی که در برنامه روی خط شرکت کردید و نظرتون رو گفتید. میریم سراغ تلفن بعدی. خانم آزیتا از کرج از طریق تلفن با ما هستن. خانم آزیتا شما فکر میکنید که در واقع اگر بنزین افزایش پیدا بکنه در زندگی شما چه تأثیری خواهد داشت؟ روزای شما خسته نباشید. ممنونم. افزایش قیمت و این البته سالهای سال جمهوری اسلامی این سیاستی بوده که داشته و داره. متاسفانه این افزایش قیمت بنزین تاثیرگذار رو قیمت‌های مخارج زندگی تک تک ما ایرانی است که متاسفانه هیچ منظور ندارن و فقط خودشون. من می‌خواستم یه سوال کنم که آیا خودشون هم با این 3 لیتر بنزین در ماه می‌خوان زندگی کنن یا فقط اینا مختص ملت زر کشیده است؟ نه، ولی می‌خواستم این خدمتتون بگم که خب ما کسی رو داریم که الان داره با ماشین کار می‌کنه برای امرار معاش. خب این آقا چقدر میتونه با 3 لیتر بنزین چقدر باید آزاد بگیره؟ آیا این سیاستی که سالها در اختیار خودشون گرفتن و دارن به مردم فشار میارن از نظر مالی، قطعا تو مواد غذایی تو روزمره مخارج هر ایرانی تاثیر گذاره. متاسفانه این ناکارآمدی جمهوری اسلامی متاسفانه همیشه بوده و هست و ظلم
همیشه در کنار ملت ایران بوده. خودشون مرتبه آقازاده‌هاشون هم میتونن با سیلیت بنزین، به خدا قسم من کسانی رو سراغ دارن که خانواده‌هاشون در بحث این کار هستن، حتی اقل در روز دارن 70-80 لیتر با ماشین شاسی بلندشون زندگی میکنن. آیا این باد مختص اون باشه یا من باشه؟ که متاسفانه تا بوده همین بوده. ما هم دیگه انشالله دیگه بعد از این دیگه یعنی نمیخوام بگم جمهوری اسلامی نامشروع که جمله بدیه، ولی حتما باهاشون برخورد خواهیم کرد و نمیذاریم این سیاست دوباره باز اجرا بشه در ایران. ممنونم از شما خانم آزیتا از کرج که با ما همراه بودید و صحبتاتون رو مطرح کردید. قبل از اینکه فایل صوتی بعدی رو بشنویم، من یک نکته رو یادآوری بکنم راجع به قیمت‌هایی که اعلام میشه. در ابتدای برنامه شنیدید که من از قول وزیر کشور گفتم که قیمت بنزین در ایران 12 سنت، ولی در کشورهای حوزه خلیج فارس به طور میانگین 54 سنت. یعنی مقایسه این دست کرده بودم. من در فضای مجازی دیدم بسیاری اومده بودن گفتن خب بله، شما الان میگید این 12 سنت اون 54 سنت، ما می‌خوایم این سطح رو به همون سطح منطقه ایش برسونیم، چرا دستمزدها رو به سطح منطقه ای نمیرسونید؟ و مقایسه کرده بودن، گفته بودن کارگر به اون صورت اگر شما دارید حساب میکنید ساعتی مثلا 60-70 سنت حقوق میگیره، ولی یه کارگر در کشورهای حوزه خلیج و فارس 6-7 دلار حقوق ساعتیش هست و چطور دستمزد رو نمیبرید همسان کنید با منطقه، فقط قیمت بنزین رو میخواهید هماهنگ کنید. بریم این فایل صوتی رو بشنویم، برگردیم و تلفن بعدی رو با بیننده بعدی خواهیم گرفت. درآمدها و استانداردهای زندگی رو برای اکثریت جامعه ریالی و تو بدترین حالت ممکن نگه داشتن. در عوض همه هزینه ها و عوارض رو دارن دلاری محاسبه میکنن. مطمئنا بازنده اصلی بالا رفتن نرخ بنزین بازم ما مردم هستیم، چون مثل نرخ دلار بهونه دست همه داده برای گرونتر کردن کالا و خدمات. در این فرصت از برنامه به سراغ اسکایپ میریم و یک تماس اسکایپی رو جواب میدیم. آقای سعید از تهران. آقای سعید، شما بفرمایید که به نظر شما سهمیه بندی بنزین یا افزایش قیمت بنزین اگر رخ بده چه تأثیری در زندگی خود شما و اطرافیانتون خواهد داشت؟ درود بر شما آقای بهرامی. درود بر شما. سهمیه بندی بنزین آقای بهرامی یکی از اون تدبیرهایی که دولت تدبیر و امید قرار انجام بده. دولت که با تخریب سیاست‌های احمدی نژاد که یکیش همین سهمیه بندی بنزین بود روی کار اومد، ولی خودش بدتر از احمدی نژاد سیاست‌های اونو پیش گرفته. حالا باز حداقل زمان احمدی نژاد ماهیانه 100 لیتر بنزین میدادن، اما الان صحبت از ماهی 30 لیتره. حالا اصل سهمیه بندی اگه به صورت هوشمند باشه ما باهاش موافقیم، درست اجرا بشه، چون باعث جلوگیری از قاچاق بنزین میشه، چرا که بنزین الان تو ایران از خیلی از کشورهای منطقه و دنیا ارزون‌تره، که باید یه تدبیر دقیق برای این بشه، به صورت هوشمند سهمیه بندی بشه، اینجور نباشه که روی عده فشار بیاد، بنزین نداشته باشن مسافرت برن به کاراشون برسن و از اون طرف یه عده سوء استفاده کنن از این. باید خیلی دقیق و هوشمند باشه، با اصلش ما موافقیم، ولی این کاری که دولت تدبیر و امید که فقط شعار میده دروغ میگه رو انجام میده به نتیجه ای نمیرسه قطعا. بسیار ممنونم آقای سعید که در برنامه مشارکت کردی. یه نکته هم قبل از اینکه تلفن بعدی رو بگیرم بگم که یه نکته که معمولا مقفول مونده این وسط و کمتر بهش توجه شده اینه که قرار هست که به قول در واقع حاکمیت عدالت رعایت بشه، یعنی مثلا یک لیتر در روز به هر ماشین یا به هر ایرانی داده بشه. و نکته مهم اینجاست که اتفاقا افرادی که ثروتمندن و وضع مالی خوبی دارن ماشین هایی سوار میشن که مصرف سوختشون اتفاقا خیلی پایینه، یعنی اونها حتی در مقام مقایسه برابر هم کمتر سوخت مصرف میکنن تا یه کسی که پراید و پژو و پرشیا و ماشین های از این دست سوار میشه. مثلا هر 100 کیلومتر 10-12 لیتر مصرف داره، یک ماشین تویوتا روز ژاپنی ممکنه 5-6 لیتر مصرف داشته باشه، یعنی جالبه که مصرف اونها هم نصفه. پس بنابراین این خودش همچین شاید مفهوم عدالت رو هم نده. بریم سراغ تلفن بعدی. آقای رضایی از ایران روی خط هستن. آقای رضایی، صحبت های شما رو در مورد موضوع برنامه میشنویم. خسته نباشید آقای برنامه. ممنون. ما میگیم از ایران ولی از شهر پدری شما زنگ میزنیم به اسم ایران. آقای برنامه واقعا من دلم با حال آقای رفیق دوست میسوزه، واقعا ایشون ماشین لگزوس داره، ماهی 20 میلیون هم بیشتر حقوق نمیگیره. من بدبخت بیکار که یک ریال درآمد ندارم. آقای روحانی، اون فرانسویه ریخته تو خیابون، نوبت ما ایرانی هست. این کار رو بکنیم مردم
ماها کمتر از فرانسوی‌ها نیستیم. این کارو کردن تو خیابون، این دیگه آخرین ضربه است که دارن بهمون میزنن. اینا هر موقع حقوق خودشون کم میشه شروع میکنن یه جنسی رو گرون میکنن، مخصوصا بنزین که تمام مسائل ما رو زیر سوال میبره، تمام زندگی ما رو سخت میکنه. مردم نشینید، من هیچ ترفی از هیچکی ندارم. مردم بنزین گرون کردن توی خیابونا. آقای رضایی من این سوال از شما بپرسم، سری قبل اگه خاطرتون باشه حتما، من خودم اون موقع ایران بودم که بنزین رو به نوعی دیگه قیمتش رو آزاد کردن، تقریبا همه اجناس به شکل خیلی سرسام‌آوری گرون شد. به نظر شما اگر این در این دوره، حالا بجز اون چیزی که شما میفرمایید که مردم باید چه حرکتی انجام بدن، من میخوام در مورد قیمت ها بپرسم، اگر قیمت بنزین قرار آزاد بشه و مردم به صورت آزاد از بنزین استفاده بکنن، چه اتفاقی برای اقتصاد مردم خواهد افتاد در زندگی هاشون؟ آقای بهرامی، تمام کالاهایی که ما تهیه میکنیم به وسیله ماشین، به وسیله حمل و نقل داره تهیه میشه. تمام مغازه دارا کالاهاشون به وسیله ماشین دارن جابجا میکنن. تمام کشاورزی و تمام اینا به سوخت بستگی داره. وقتی که سوخت رو ببرن بالا، اون به طور خودکار روی تمام اجناس تاثیر میذاره و اونی که تأثیرش هم شدید روی من بیکاره، منی که یک ریال درآمد ندارم، نه روی آقای رفیق دوستی که 20 میلیون میگیره. ببینید ژاپن با ژاپن با اون جمعیت 287 هزار نفر اعضای دولتشن، ما کشورمون ایران با این جمعیت 5 میلیون پرسنل داریم. حالا شما هر دونه از این حاکمای ما ببین چقدر اسکورت و بادیگارد و تشکیل دارن. درسته آقای رضایی، جیب من بکشم بیرون. خیلی متشکر از شما آقای رضایی، واقعا آقای رضایی خواهش میکنم، در خدمتتون بودیم، صدای شما رو شنیدیم. به هر حال شما میبینید که هموطنان ایرانی چه دل پوری دارن و چقدر ناراحت هستن. بریم یک تلفن دیگه از فرصتی که باقی مونده استفاده بکنیم بگیریم. آقای تورج از تاکستان با ما هستن. آقای تورج، شما قبلا هم در این برنامه خاطرم هست که شرکت کردید، این بار نظرتون راجع به موضوع بنزین چی هست؟ سلام جناب آقای بهرامی. سلام بر شما. بینندگان محترم ایرانی، ایران همش بازی مهندسی جمهوری ولایته. مجلس اعلام کرده که بنزین گرون نمیشه، این هم یه دروغ جدید ایناست. اینا میخوان افکار مردم رو مشغول کنن. بنزین هنوز گرون نشده، مردم این همه بدبختی بیچارگی دارن، وای به حال اینکه بنزین گرون بشه، مردم بدبخت و بدبختر خواهند شد. جناب آقای بهرامی بفرمایید، اینا هر کاری دلشون بخواد سر مردم در میارن. بنزینو الان میخوان به مردم دارن وعده وعید میدن تو مجلس که آقا بنزین گرون نمیشه، بنزین بعد از 22 بهمن اینا میخوان فقط مردمو بکشونن تو خیابونا برای 22 بهمن بوق و چرنا بردارن بگن آقا مردم بوده. آقا مردم شماها رو نمیخوان، راست میگید، شامت دارید، شما میگید ما نماینده های خدای روی زمینی. آقا یه رفراندوم بذارید ببینید مردم شما رو میخوان یا نمیخوان. بسیار خوب، متشکرم. بله بله بفرمایید، مختصر و مفید جمع کنید صحبتتون رو، ممنون میشم. بفرمایید. آقا اینا جز دروغ و کلاهبرداری و دزدی هیچ کار دیگه بلد نیستن، فقط میخوان مردم ایران رو بدبخت و خار و ذلیل بکنن، جز این کار دیگه ندارن بکنن. ممنونم آقای تورج عزیز از تاکستان که با ما همراه بودید. آقای مجید از تهران از طریق اسکایپ با ما هستن، آخرین تماس ما احتمالاً. آقای مجید صحبت های شما رو میشنویم راجع به موضوع برنامه. آقای مجید صدای من رو اگر دارید، خب بریم سراغ پیام بعدی. ببخشید، تلفن بعدی از طریق اسکایپ آقای باقر از تهران با ما هستن. آقای باقر، نظر شما راجع به موضوع برنامه مختصر و مفید بفرمایید که انتهای برنامه هستیم. آقای باقر صدای من، بفرمایید. درود بر شما جناب. من میخواستم بگم که درک راستای این مواردی که دوستان و بینندگان محترم صحبت کردن در رابطه با اینکه مشکلات هست، دولت میخواد بودجه شب عیدش رو پر کنه، فلان کنه، خب اینجور مواردیه که توی سطح ایران هست و متاسفانه واقعیت داره و منم هم به نوبه خودم به عنوان یک ایرانی از شما کمال تشکر دارم که شما در این راستا برنامه میسازید و خدمتی میکنید به جامعه ایرانی. خواهش میکنم. ما هدفمون فقط در واقع این که مردم بتونن از طریق یک رسانه آزاد صحبتهاشون رو و درد دلهاشون رو بگن. در عرض 10 ثانیه صحبت پایانیتون رو بگید، انتهای برنامه است، باید خداحافظی کنید.
متشکرم از شما. خیلی ممنونم. ببینید لحظات پایانی هم دوستان میان و میخوان از وقت برنامه سوء استفاده بکنن. خیلی متشکرم از شما. از همه شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که با این برنامه همراه بودید. فردا شب هم همکارم بهروز صمدبیگی با موضوع دیگر در خدمت شما خواهد. این صدای آمریکاست.